سلام، به کانال من خوش اومدید. من کامران هستم، یه مهندسی مکانیک که بچگی عاشق پرواز هواپیما بود. از اونجایی که خلبان شدن تو ایران خیلی سخته، تلاش کردم که به راحت ترین شکل ممکن به هواپیما نزدیک بشم. پس رفتم دنبال مهندسی و رشته مهندسی مکانیک که خودش گرایشات مختلفی رو داره، مثل هوافضا. البته خب خود رشته هوافضا هم تو دانشگاه تدریس میشه، ولی خب چون میکنی جامعه تر بود من هشتا انتخاب کردم. تو برنامه پیش رو سعی داریم که بیشتر در مورد انواع موتورهای هواپیما ببینیم، بالاخص موتورهای جت که اصلا چی هستن، چطور کار میکنن، از چه ارزی تشکیل شدن و اصلا کی برای اولین بار این طرح رو ارائه داد. در ادامه با من همراه باشید. خب حالا بریم ببینیم اصلا موتور جت چیه و چجوری کار میکنه، اصول کارش چجوریه. موتور جت در واقع موتوریه که از شتاب دادن ذرات مشتعل شده تو موتور برای ایجاد نیروی جلو برنده یا همون رانش بر پای قانون سوم نیوتن استفاده میکنه. با این تعریفی که ما از موتور جت انجام دادیم، یه سری موتورها میان تو این دسته قرار میگیره، مثل موتور توربو جت، توربو فن، رمجت، موتور موشک و موتورهای دیگه. ولی اگه بخوایم اساسا عامیانه بگیم موتور جت چیه، میتونیم اینجوری بگیم موتوری که با در واقع بیرون دادن گازهای دوغ مشتعل شده برای ایجاد نیروی جلو برندگی یا رانش استفاده میشه. اصول کارکردش هم تقریبا میشه گفت ساده است، یعنی هوا از طریق یه مجبورم کمپرسور وارد میشه، تراکم پیدا میکنه و بعدش هوایی که متراکم شده به مرزه تراق میبره. با اضافه شدن سوخت و جرقه زدن شمع ها، این مخلوط آتیش میگیره، میسوزه. در نتیجه این سوختن و ایجاد انفجار، مخلوط و سوخت هوا متراکم میشه و منبسط. در نتیجه این مخلوط منبسط میشه و از یه سری پره که تو بخش توربینن عبور میکنه. حالا کمپرسور توربین رو تو بخش‌های بعدی براتون کامل توضیح میدم چی هست. این توربین کمپرسور از طریق یک شفت به صورت یه محوره به هم متصلن که این محور حرکت دورانی داره و باعث چرخش در واقع توربین و کمپرسور با هم میشه. حالا کاری با نوع چرخش اینا نداریم، فعلا براتون توضیح بدم که این هر دو روی محوره. بعد از اینکه هوا و سوخت با هم منبسط شدن، از یه سری پره که تو بخش توربین هست عبور میکنه. حالا کمپرسور توربین رو تو ادامه براتون توضیح میدم اصلا چی هست، چی کار میکنه، از چه اجزایی تشکیل شدن. اما به صورت کلی بهتون بگم این دوتا روی محور قرار گرفتن، روی شفت قرار گرفتن در واقع، و حرکت دورانی دارن. چون این شفت خودش حرکت دورانی داره، دواره اینا هم به تبعیت از اونجوری میچرخن. بعد از اینکه این هوای منبسط شده با سوخت توربین رو پشت سر گذاشت، با سرعت خیلی بیشتر از لحظه ورودش به موتور از اون خارج میشه، که در واقع همین اختلاف سرعت بین لحظه ورود و لحظه خروج نیروی پیشرانیش رو ایجاد میکنه. در واقع دقیقا اینجا میتونیم از این استفاده کنیم، F مساوی با MI. در صورتی که جسم دارای شتاب بشه، با هر میزان جرمی که داره حاصل ضرب شتاب و این جرمش باعث ایجاد نیرو میشه. دقیقا برای موتور جت هم همین رو میتونیم استفاده کنیم. تو این کلیپ در واقع ما الان میتونیم اجزای مختلف و تشکیل دهنده یک موتور جت رو بهتون نشون بدیم. ورودی هوا، کمپرسور، مغازه تراق و توربین و در واقع اگزوز موتور. هوا به داخل در واقع موتور مکیده میشه توسط کمپرسور، تو این بخش در واقع فشرده میشه، فشارش میره بالا.
بعد اون هوای فشرده شده به داخل محفظه احتراق رفته، با در واقع سوخت ترکیب شده و با جرق زدنش هم مشتعل میشه. بعد اون گازهایی که سوخته شده به داخل در واقع توربین میره و پس از اینکه از توربین رد شد با سرعت خیلی بیشتر از سرعت ورودش در واقع رد میکنه موتور رو و به بیرون میره تا بتونه نیروی رانش مورد نیاز اون هواپیما یا اون جسمی که از موتور ایجاد استفاده میکنه رو در واقع فراهم کنه. خب حالا میخواییم یکم در مورد تاریخچه موتورهای جت بدونیم که اصلا کی اختراع شده و کی اختراعش کرد. خیلی ها خب میگن که وانوهین اولین کسی بود که موتور جت رو طراحی کرد، اما خب باید بگیم که اینجوری نیست. در واقع اولین کسی که موتور جت رو طراحی کرد فرانک ویتل بود که در سال 1930 اولین موتور جت رو طراحی و در سال 1941 از طرح اولیه اونو به سازه رسوندش. خب این فرانک ویتل اصلا کی هست که تونست با این اختراعش دنیا رو تکون بده؟ فرانک ویتل دانشمند مختل انگلیسی بود که در 1 ژوئن 1907 به دنیا اومده و در 9 آگوست سال 1996 از دنیا رفت. ویتل رو در واقع پدر هواپیمای جت هم می نامن. پدر ویتل یه مکانیک بود. خب اینجا میتونیم بگیم که مهندسی در خانوادهشون به نوعی به فرانک از پدرش برس رسیده. تو 26 سالگی با عنوان خدمه پرواز به نیروی هوایی سلطنتی پیوست و بعد از قبولی در معاینات پزشکی مربوط به خلبانی به دانشکده نیروی هوایی سلطنتی انگلستان را پیدا کرد. فرانک تو سال 1928 تز فوق لیسانسش را با عنوان پیشرفت‌های آتی در طراحی هواپیما به رشته تحریر درآورد. فرانک بعد از فارغ التحصیلی به اسکادران جنگی پیوست و تو تایم‌های آزادی که داشت در مورد اصول طراحی موتور جت مطالعه و تحقیق میکرد. یکی از استاد پروازا که تحت تاثیر ایده های فرانک در زمینه هواپیمای ملخدار شده بود باهاش صحبت کرد و اونو به یک کارخونه خصوصی مهندسی توربین معرفی کرد. اما پس از مدتی که اونجا کار کرد کسایی که اونجا باهاش همکار یا در کارخونه مسئولیتی داشتن به این نتیجه رسیدن که ایده ها و نظریات فرانک غیر عملیه. در نتیجه خودش به تنهایی تو سال 1930 ایده موتور جت رو خودش و به نام خودش به ثبت رسوند و در سال 1936 کارخونه خصوصی پاور جت رو تأسیس کرد. فرانک ویتل در سال 1937 اولین موتور جت خودش رو روی زمین آزمایش کرد. در سال 1939 هواپیمای هانکل HE-178 اولین پرواز خودش رو با موتور جتی که توسط هانس یوخیم فون اوهن طراحی شده بود انجام داد. هانس یوخیم فون اوهن که از اسمش مشخصه آلمانی بود. اینا باید بگیم که طراحی موتور جت هانکل HE-178 کاملا مستقل از طرح فرانک ویتل بود. یک هفته پس از اولین پرواز هانکل HE-178 جنگ جهانی شروع شد. یعنی جنگ جهانی دوم. پس از اینکه جنگ جهانی دوم شروع شد و هواپیمای اوهین پرواز کرد، فضای مورد نیاز برای تحقیق فرانک بر روی پروژه‌اش ایجاد شد. در نتیجه نیروی هوایی سلطنتی سفارش ساخت موتور جت جدید رو به شرکت پاور جت داد و از شرکت هوایی گلاستر خواست تا هواپیما رو مطابق با ویژگی‌های موتور جت شرکت پاور جت بسازه. این همکاری باعث شد که در 15 می سال 1941 هواپیمای جت گلاستر با موتور جت تکمیل شده شرکت توربین انگلستان که تو اون مدت به عقاید ویتل بی‌توجهی می‌کرد به پرواز زد. در سال 1948 فرانک ویتل با درجه فرماندهی یگانهای هوایی از نیروی هوایی سلطنتی بازنشسته شد. کتاب جت داستان یک پیشرو در واقع نوشته فرانک ویتل که در سال 1953 منتشر شد. ویتل از سال 1970 تا زمان مرگش استاد آکادمی علوم و فنون هوایی آمریکا
در آناپولیس مریلند. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. تو این قسمت سعی داشتم که کمی درباره موتورهای جت و تاریخچه اون با هم بدونیم. در قسمت‌های بعدی قراره که درباره انواع موتورهای جت، اجزای تشکیل دهنده و بقیه موارد براتون توضیح بدم. خیلی سپاسگزارم ازتون که همراه من بودید. امیدوارم که این اطلاعات مفید بوده باشه براتون. تو قسمت‌های بعدی منتظر اطلاعات بیشتر و بهتر از من باشید. خدا نگهدار تا برنامه بعدی.